بسم الله الرحمن الرحیم. من هر روزی که از این انقلاب میگذرد بیشتر توجه به این معنا بیشتر پیدا میکنم که ملت ما انقلابی عمل کردند و ما نکردیم. ما یا مقصریم یا قاصر، و در هر دو جهتش در پیشگاه ملت جواب باید بدیم. مردم ریختن همونطور که میدانید این جسومه فساد را بیرون کردند و به پیروزی نسبی رسیدند. وقتی که امر دست ماها افتاد هیچ کدوم انقلابی عمل نکرد، و اگر چنانچه ما تجربه داشتیم، یعنی یه انقلابی کرده بودیم و از بین رفته بودیم و یه انقلاب دیگه کرده بودیم، اینطور عمل نمی کردیم. ما با بی تجربگی این انقلاب را ایجاد کردیم، یعنی ملت کرد، و ما با بی تجربگی اون کارهای انقلابی که باید در اول انقلاب بشد با مسامحه گذراندیم، و همون مسامحه هم موجب شد که این گرفتاری ها را تا حالا پیدا کردیم و از این به بعد هم داریم، مگر اینکه انقلابی جبران کنیم. ما ملاحظه می فرمید الان که مدت هاست یا اعضای عمومی اعلام میکنیم، یا تشییع جنازه میریم، یا راه پیمایی میکنیم برای کشتارهایی که شده است، یا مجلس اعضا منعقد میکنیم. کار ما این شده است که در این مملکت پاسدارهای ما اینطور قتل عام میشند و اینطور کشته میشند، و این برای این است که ما انقلاب را اونطور که باید راه نبردیم. اگر راه برده بودیم، اگر اون روزی که میخواستن در کردستان برن برای مذاکره، من بهشون تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره باید با موضع قدرت برید، اول باید ارتش و پاسداران اینها احاطه کنند، اونها را محاط قرار بدند، بعد شما برید صحبت کنید. مسامحه شد. این اصلا این شد که اون گرفتاری طولانی برای ما پیش آمد و اونقدر ضایعه واقع شد، و الان هم میبینید که ضایعه پشت سر ضایعه همین چند روز چقدر جمعیت از پاسداران شهید شدند. و این همش برای این است که ما دو دسته بودیم. یه دسته بودیم از مدرسه آمده بودیم، وارد شده بودیم، و یه دسته بودیم از خارج آمده بودیم و وارد شده بودیم. نه ما اون تجربه انقلابی را داشتیم و نه اونها اون روح انقلابی را. ولحاظا از اولم که ما در اثر الزامی که من تصور می کردم دولت موقت را قرار دادیم، خطا کردیم. از اول باید یک دولتی که قاطع باشد و جوان باشد، قاطع باشد، بتواند مملکت را اداره کند، نه دولتی که نتواند. منتها اون وقت ما نداشتیم فردی را که بتوانیم آشنا نبودیم بتوانیم انتخاب کردیم کنیم. انتخاب شد و خطا شد، و حالا هم که دولت میخواد در مجلس شورا دولت ایجاد بشد، حالا ما باید این مطلب را به مجلس شورا اعلام کنیم
که باید یک دولت متدین تمام 100% اسلامی و قاطع، یک نفر وزیر اگر مثل بعضی از این وزرا که الان هستند باشد، اینها نفسیر. تمام وزرا یکی یکی باید بررسی بشه. وزیر متدین 100% انقلابی مکتبی و قاطع. اگر چنانچه ما دولتمون باز مثل سابق باشد و اونطور وضع و اونطور دید را داشته باشد، ما باید اعضای این نهضت را بگیریم و پیروزی ما امکان ندارد. بلحاظا ما باید این اشتباهات سابق را جبران کنیم. اگر ما این خطها را نکرده بودیم که هی آمدن به من گفتن، هی گفتن، هی گفتن این مصلحت اندیشان که اینهایی که سازمانی هایی که نکشتن آدم و که نکردن، این عفو بشه، این عفو بر خطا واقع شد و اینها ریختند مشغول توته شدند. یک جمعیتی که در دست ما بودن رهاش میکردیم، یه دستیتی که باید بگیم دیگه نگرفتیم. ما اگر مثل اون انقلابایی که در دنیا واقع میشد از اول عمل کرده بودیم که به مجرد این که پیروزی حاصل شد تمام درها را ببندیم و تمام رفت آمدها را منقطع کنیم و تمام این گروه ها را خفه کنیم یا کنار بگذاریم و منحل کنیم تمام این گروه هایی که بودن و با شدت عمل کنیم باشون، این گرفتاری ها برا ما پیدا نمیشد که ما هر روز عذاب گیریم، هر روز شهید داشته باشیم. و این از دست ما گذشت و در بارگاه خدا ما استغفار میکنیم. از این به بعد نباید این چیز بشه، نباید تکرار بشه. باید دولت قاطع باشه، باید مجلس قاطع باشه. اگر در مجلس اشخاصی هستند که اینها باز همون تبر را میزنند و همون حرفا را میزنند، به اینها نباید گوش بدند. باید مجلس یک مجلسی باشد که با قاطعیت عمل کند و دولت اگر بخواد یک قدم کنار بگذارد با قاطعیت بخواندش و ردش کنند. و از اول هم که میخوان قرار بدن یک دولتی را تصدیق کنند، دولتی را یک دولتی باید باشد تمام افرادش، وزراش، تمامشون اشخاصی باشند که بفهمند چی شده است، بفهمند که ما در چه حالی واقع هستیم، بفهمند که اسلام به چه جور باید در ایران پیاده بشد. اینها بسیارشون اصل توجه به این مسائل ندارند. وزارتخانه ها الان هیچ کدوم یه وزارتخانه صحیح نیست. هر روز تقریبا از خارج ما اطلاع میدن که سفارتخانه کجا، چه دور از سفارتخانه کجا، اموال ایران در سفارتخانه ها دارد از بین میرد، میلیارد ها اموال ایران در اونجا هست، میلیارد ها خانه هایی که ساخته شدن قیمت دارن، دارن از بین میرن و کسی نیست که به اینها رسیدگی کنه. ما نداریم کسی که رسیدگی کنه. الفاظ زیاد است، همین میگن همه جا درست شد، مجلس شد، لیکن واقعیت ندارد. باید یک هیئتی از طرف مجلس، یک هیئتی تعیین بشد، از اشخاص قاطع را بیفتن دور ممالکی که سفارتخان داریم، سفارتخانه ها را اصلاح کنن، این اشخاص سازمانی و این اشخاص فاسد را کنار بذارن که سفارتخانه سفارتخانه انسانی بشه. سفارتخانه حالا در هر جا که دست روش میذارن فاسد است، هر جا که دست میذارن جز خوردن و خوراک خصوص تفریح و فحشا چیزی درش نیست. اینا باید اصلاح بشن. این نمیشد که ما تقریبا قریب 2 سال است که میگیم جمهوری اسلامی هیچیش اسلامی نباشد، هر جاش دست بذاریم میگیم خراب است. اینجا هم وزارتخانه‌اش همینطور، این نمیتوند دوام پیدا بکند. ما نمیتونیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان میخوان با اون مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنند. ما
ما میخوایم اسلام را ترسیز بکنیم. اینها از یکی از اینا آمده بود گریه هم میکرد که چرا بعضی از اینا را میکشن، نه این آخری ها را، اونا که آقای خلقالی مثلا میکشن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. اینا همین حرفای غربی را میزنن که ما باید اصلاح کنیم، اول همه را اصلاح کنیم بعد حد بزنیم. این عجیب است که اول ما باید این مملکت را همه را هدایت کنیم که همه تربیت بشن بعد حد بزنیم. اگر یک کسی حالا شور بخندد، حالا حدش نزنید، حالا اول سوش بکنید تا مغزش اصلاح بشه. اینا حرفای غلطی است، باید حدود جاری بشه.